بسم الله الرحمن الرحیم. خواص. بی خواص. چطور شد که جامعه اسلامی به محوریت پیامبر عظیم الشأن بعد از 50 سال کارش به اونجا رسید که فرزند همین پیغمبر را با فجیع ترین وضعی کشتند؟ زبیر ابن عوام. چند مثال از خواص. خواص چجوری شدند در این 50 سال که کار به اینجا رسید؟ زبیر از نخستین مهاجران به حبشه بود و هیچ یک از غزوات پیامبر اسلام را هم از دست نداد. او از نخستین کسانی بود که اسلام آورد و پس از رحلت حضرت رسول در دفاع از علی بن ابی طالب در ماجرای سقیفه دست به شمشیر برد و در شورای 6 نفره هم رأی به خلافت امیرالمؤمنین داد. این زبیر کسی بود که در زمان پیغمبر که جزو شخصیت ها و برجستگان و پسر عمه پیغمبر و نزدیک به پیغمبر بود، حتی بعد از دوران پیغمبرم جزو کسانی بود که به سقیفه اعتراض کرد برای دفاع از امیرالمومنین. جناب زبیر سوابقی درخشان دارد که نظیر او را کمتر کسی از اصحاب امیرالمؤمنین داشت. صاحب این کارنامه درخشان بعدها راه رسم خود را تغییر داد. آنچنان که مالک خانه های بسیار در بصره و دیگر شهرها شد و مال بر مال می‌افزود. طلحه و زبیر هم که بزرگان اون روز اسلام و جزء بقایای اصحاب پیغمبر بودن، اینا هم آمدن خدمت امیرالمومنین. اونا هم یه حرفای گله آمیزی زدن، از جمله اینو گفتن: انک جعلتنا فی القسم که حق غیرنا. تو ما رو با دیگران در تقسیم بیت المال یکسان کردی، ما رو هم در ردیف دیگران گذاشتی. و سویت بیننا و بین من لا یماثلنا، ما را با اون کسانی که شبیه ما نیستن یکی قرار دادی در دادن بیت المال. چه وضعیه؟ چرا امتیاز قائل نیستی؟ همین منش در ابتدای حکومت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام زبیر را به وادی طغیان کشید تا بعدها تاریخ از او به عنوان یکی از پایه‌گذاران فتنه جمل یاد کند. ما بین اون روز و روزی که زبیر شمشیر کشید روی امیرالمومنین فاصله 25 ساله. اما امیرالمومنین با اینا چه کرد؟ جنگید. امیرالمومنین از مدینه لشکر کشید، رفت طرف کوفه و بصره برای جنگ با طلحه و زبیر. یعنی اون سوابق محو شد، تمام شد. حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. خدا عاقبت هممون رو به خیر بکنه.